آقا بیگانه داره میاد تو تهران، در اصفهان ثروت ملت ایران رو منفجر میکنه و میره. از اون مدام قلدور وایستاده میگه من این کار کردم، بازم میکنم. هیچ ککی کسی گزیده نمیشه، انگار نه انگار، نه از کسی بازخواست میشه، نه گزارشی میشه. بعدم میان و این طرحهای تکراری بیمزه که بله یه نفر رو ما شناسایی کردیم، اونم در رفته خارج. یه جوونی پا میشه یه انتقاد میکنه، میگیرن میبرن براش 9 ماه تو زندان، نمیذارن بیاد بیرون. مردم میخوان اجتماع کنن، مراسم بذارن، میخوان راجب انقلاب صحبت کنن، راجب دولت صحبت کنن، اصلا میخوان انتقاد کنن از حکومت. و شما وظیفت اینه بیای امنیت برقرار کنی، کسی مزاحم اینا نشود، کسی به اینا آسیب نزنه، تا اینا آزادانه کارشون رو بکنن. این قانون اساسی ماست. این سراغ مردم عادی، چرا اینجا میخوای بری، چرا اونجا میخوای بری، چرا این حرفو زدی، چرا با فلانی تماس گرفتی، چرا اونجا اینو گفتی. بعد محاکمه بشن این مدیران نهادهای امنیتی، چطور اومدن اسناد ما رو بردن، چطور دانشمند ما رو دارن ترور میکنن، چطور هسته ای ما رو منفجر کردن، و شما چی کاره هستید، برای چی حقوق میگیرید، چی کار دارید میکنید تو این کشور؟ جل دشمنه بگیری، جل ملت رو میگیری، ملت شدن تهدید. خب معلومه نفوذ شده، شما نفوذ مگه باید شاخ و دم داره؟ معلومه نفوذ شده. در مقابل بیگانه تسلیم، در مقابل ملت قلدر. ما در دوره خودم من 2 تا وزیر اطلاعات عوض کردم، هم دوره اول هم دوره دوم، چون مثلا اینا رفتن تو خاکی. هرچی میگیم آقا مراقب بیگانه باش، میان ترور میکنن، مردم رو اذیت میکنن، اقتصاد رو خراب میکنن، چون افتادن به جون مردم خودمون. هی پرونده بساز، تهدید کن، فشار بیار. آخه آدم درد و کجا بگه؟ یه نفر با یه نفر دعواش میشه، میزنه میکشه، میبرن دادگاه، بالاخره قصاص میدن. معاون وزیر کشور میگه ما 231 نفر رو در آبان ماه کشتیم، قوانین رو رعایت نکردن. فرض کنیم حرف شما درست بوده، عده‌ای بودن اومدن خواستن شلوغ بکنن، گرچه اعتراض به تصمیم غلط شما بوده، تصمیم غلط گرفتی. آقا میخوای بنزین رو 3 برابر کنی، خب به مردم خبر بده از قبلش. شما اگه مال این ملت نیستید، خادم این ملت نیستید، متعلق به این ملت نیستید، مگه نمیگید ما با رأی ملت اومدیم؟ معنی برای ملت میخوام کار کنیم. تا چهارشنبهش تکذیب میکنی، یهو صبح جمعه میگی خب مردم زندگیشون به هم میپاشه، میان اعتراض میکنن، بعد شما به رگبار میبندی. خودتون میگه 200 نفر کشتی، اینا نباید محاکمه بشه، نباید رسیدگی بشه. اینا جان مردم، مردم خودمون، این که اینا که از پر مریخ نیومده بودن، اکثرش هم مال جنوب شهر و مستضعفین بودن. یه گروهایی هم درست کردن، میریزن شلوغ میکنن، دو تا شعار الکی میدن، شیشه میشکنن، بهانه رو میدن. آقا اگه غیرت داری، اگه خیلی هنر داری، برو جلوی بیگانه رو بگی که نیان تو نتنز هسته ای رو بدن بالا. ارزه داری این کارو بکن، ارزه داری جلوی این هزار میلیارد غارت بیت المال رو بگیر. مردم سالی 40-50 هزار میلیارد تومان دارن خرج این دوتا نهاد اطلاعاتی امنیتی میکنن که امنیت مردم رو برقرار کنه. شروع مقابله مردم، آقا چرا از بندر عباس میخوای بری تهران؟ به تو چه؟ هی میرید مخفی مخفی یه چیزایی مینویسید، هیچی به مردم نمیگید. بعد که میاد بیرون میبینیم ای وا چه اتفاقی برای کشور افتاده، یک طرفه دادن رفته. اصلا به شما میگم اینایی که دارن مذاکره، مثلا مسئول تحویل دادنن، زندگیشون این بوده. آقا تو این شرایط میری تحویل میدی، باید تحویل بده دیگه. یه چک زدن، یه منفجر کردن، دویدن رفتن حرف بزنن. آقا هسته ای تو منفجر کرده، لاقل یه تعملی بکن، یه تاقچه بالایی بذار، یه عزتی نشون بده. تا منفجر کردن دویدن رفتن، این یه چکه. حالا اگه لگد بزنن چی کار میکنی؟ سند مملکت رو میبری میذاری میای دیگه. کهت من اسم این مدیریت رو گشتم مدیریت فتلی شاهی. فتلی شاهی، فتلیشا نصف بیشتر مملکت رو داده بود به مردم، میگه مردم بیاد جشن بگیرید، چوگذاری کنید.
گفتن آقا یعنی چی؟ نصف بیشتر مملکت دادی رفت. گفتش که آقا اینا تهران رو میخواستن، ما بهشون ندادیم. مثل همین حرفیست که میگه آقا اگه ما نبودیم همش رو داده بودن رفته بود، پس اینقدر که دادیم واسه ما جشن بگیرید. بعضی وقت آدم شک میکنه واقعا، آخه میشه آدم ایرانی باشه و نسبت به ایران اینقدر بی‌حس باشه؟ بی‌حس میشه؟ بعضی وقت آدم شک میکنه. میشه؟